دوربین فول فریم بخرم، کراپ بخرم، توی کارم که فول فریم بودن هیچ اهمیتی نداره. اگه کراپ بخرم کنارش میتونم کلی تجهیزات دیگه هم بخرم، ولی دوربین فول فریم دهان پرکنتره، ملت کفشون میخوابه. مگه این موضوع مهمیه؟ سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ خوش اومدین به ویدیو جدیدم. توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا من هنوز دوربین فول فریم نخریدم. این ویدیو یک پیام داره واسه کسایی که از دوربین فول فریم برای خودشون یه قول ساختن و فکر میکنن تفاوت کیفیت تصویر دوربینای فول فریم با دوربینای کراپ زمین تا آسمونه و با دوربینای کراپ اصلا نمیشه کار حرفه‌ای کرد. زیاد مقدمه رو کشش نمیدم، بریم سراغ دلایلی که باعث شده من دوربین فول فریم نخرم. دلیل اولم، دوربینای کراپ به اندازه کافی خوبن، یعنی خوب نیستن، عالین. نسبت به قیمتشون کلی آپشن حرفه‌ای در اختیار ما قرار میدن و ما با استفاده از همون آپشن‌ها میتونیم محتوای حرفه‌ای و با کیفیت تولید کنیم. البته به دو شرط: نور خوبی داشته باشین و تجربه کافی. پس لزوماً داشتن یه دوربین فول فریم حرفه‌ای کیفیت محتوای شما رو تضمین نمی‌کنه. تکرار می‌کنم، نور و تجربه شماست که اهمیت خیلی خیلی بیشتری نسبت به دوربین شما داره. خیلی‌ها درگیر مقایسه جزئی کیفیت تصویر دوربین‌های فول فریم و کراپن و میان تصاویر رو جزء به جزء با هم مقایسه می‌کنن. یه سوال: زمانی که شما یه ویدیو رو داخل یوتیوب یا اینستاگرام می‌بینین، آیا به این دقت می‌کنین که این ویدیو با یه دوربین فول فریم گرفته شده، یا اگه با دوربین فول فریم گرفته میشد چقدر کیفیتش بیشتر میشد؟ نه، شما فقط محتوا رو میبینید و لذت میبرید به این صورت. پوف. برای ویدیوگرافرها سایز APS-C دقیقاً همون سایز سنسورهای دوربینایی که تو هالیوود داره استفاده میشه و دارن باهاش فیلم میسازن. اگه برای اونا خوبه، قطعاً برای ما هم خوبه. دلیل دوم، کمتر گرونن. از واژه ارزون استفاده نکردم به این خاطر که اگه میگفتن ارزون‌ترن، ذهن شما میره سمت دیوایس‌ها و وسایل بی‌ارزش. واسه همین میگم کمتر گرونن. با یه بودجه 50 میلیونی شما میتونید یه A7C سونی به قیمت 44 میلیون بخرید. حالا جدا از خرید سه‌پایه، باتری اضافه و مموری، با بودجه‌ای که براتون میمونه مجبورین که برین یه لنز ارزون قیمت و بی‌کیفیت بخرید تا بتونن از اون دوربینتون استفاده کنید. ولی شما با همون 50 میلیون اگه بریم یه بادی 6400 سونی بگیریم، یه لنز 30 سیگمای F1.4 و یه شاخه نور و یه لرزشگیر، مطمئن باشین که شما با این تجهیزات کیفیت خروجی تصویرتون زمین تا آسمون با یه دوربین فول فریم و یه لنز بی کیفیت فرق میکنه و تفاوت داره. ترجیح میدیم که یه دوربین فول فریم داشته باشیم با یه کیفیت تصویر ضعیف، یا یه دوربین کراپ داشته باشیم با کیفیت تصویر عالی. معلومه عالی. دلیل سوم، کوچیکترن، جمع جورترن، گوگلی ترن. یه مورد خیلی مهم که تو خرید دوربینا زیاد بهش توجه نمیشه، اندازه و وزن دوربینه. خیلی وقتا سر پروژه بچه‌هایی که دوربینای DSLR و لنزای سنگین داشتن، وقتی ستاپ منو دیدن، دوربین منو دیدن، چشماشون چهار تا شده. سبک بودنش و کیفیت خروجیش واقعا متعجبشون کرده. و اونجا میگفتم مگه واقعا میشه اینقدر سبک و جمع وجود و کیفیت خروجیش هم این باشه؟ و بهشون میگفتم آره میشه، چرا که نه. و حسرت اینو میخوردم و میگفتم کاش دوربین ما هم اینقدر سبک بود، چون سنگینی دوربین و لنزای خودشون توی کار واقعا کلافهشون کرده بود. کلافه. دلیل چهارم، لنزای خوش قیمت. لنزای فوق العاده با کیفیت، خوش قیمت و سبک. از اون و لنزای مخصوص دوربینای فول فریم، گرون، سنگین ولی خب با کیفیت. یه لنز 35 میلیمتری جی مستر فول فریم تقریبا الان قیمتش 38 میلیونه. از اون سمت یه لنز 30 میلیمتری سیگمای F1.4 قیمتش 8.5-8.400. ولی یه سوال، با توجه به شرایطی که شما توش قرار گرفتین، آیا میتونین بهترین کیفیت خروجی اون لنز رو ازش بکشین بیرون یا نه زیاد فرقی براتون نمیکنه؟ دلیل شماره 5، فوکوس. فوکوس راحت تره ولی فوکس درست تره. اتوفوکوس فوق العاده با سرعت و با دقت. دیگه گذشت اون دوره ای که کنون می اومد یه سری دوربین های کراپ سنسور می زد و اتوفوکوسش افتضاح بود. سونی اومد وارد میدون شد، دوربین های میرورلس شد داد تو بازار با کلی آپشن حرفه ای و یه اتوفوکوس خیلی خفن و مشی هم گذاشت روش و به ویدیوگرافا گفت بخرین، استفاده کنین و نوش جونتون. همین دوربینی که من الان دارم باهاش ویدیو رو رکورد می کنم
6400 زمانی که میخواستم بخرمش از لحاظ سرعت فوکس و دقتش با خیلی از دوربین‌های خفن کنون مقایسه‌اش کردم، مثل 5D، مثل 6D و چیزی ازشون کم و کسر نداشت و توی جاهایی توی مودایی حتی بهترم عمل میکرد. چی میخوام دیگه از یه دوربین؟ البته نگفته نمونه، دوربین‌های فول فریم سونی آپشن‌های بیشتر و حرفه‌ای‌تری برای فوکس دارن و بسته به شرایطی که شما توش هستین میتونید از این آپشن‌ها استفاده کنین، ولی برای من همین 6400 و آپشن‌هایی که در اختیارم قرار میده عالیه. در مورد دوربین‌های کراپ صحبت کردم، حالا میخوام یه سری دلایل بگم که چرا باید دوربین فول فریم بخریم. دوربین‌های فول فریم خداوندگار لولایتن، یعنی شما میتونید تو شرایط نوری کم با ایزوی بالا تصویرتون رو رکورد کنید بدون اینکه کوچکترین نویزی داشته باشه. کسایی که میخوان عکاسی رو به صورت حرفه‌ای شروع کنن به نظر من قطعا باید برن سراغ دوربینای فول فریم، به خاطر آپشنایی که در اختیارشون قرار میده، سنسور بزرگتر و رزولوشن بیشتر و یه سری ویژگی‌های دیگه که توی عکاسی حرفه‌ای واقعا به کارشون میاد و دردشون میخوره. دوربینای فول فریم بزرگترن و این بزرگتر بودنشون اونا رو حرفه‌ای‌تر جلوه میده و کاستوم باتم‌های بیشتری روشون اعمال شده و همین کاستوم باتم‌ها کار شما رو توی استفاده ازشون خیلی راحت میکنه. اکثر دوربینای فول فریم جدید لرزشگیر داخلی دارن و همین لرزشگیر داخلی باعث میشه که تصاویری که شما میگیرین لرزش کمتری توش حس بشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. حتما کانال منو سابسکرایب کنین، بهم انرژی بدین، ویدیوامو شیر کنین. دمتون گرم، خیلی مخلصیم، خداحافظ. اصلا آقا اگه بودجهتون محدود نیست، اگه بودجهتون وصل به دریا، ببین فول فریم بخرین، ببین بهترین تجهیزاتو بخرین. چه کاریه؟